بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. برنامه رو یک نیم ساعتی زودتر شروع کردم، دلیلش اینه که امروز چهارشنبه است و آقای یزدان خداوندلو از آلمان ساعت 3 بعد از ظهر با ما خواهند بود و من فکر کردم که یک ساعت برای سربی با مردم کمه، گفتیم اقلا 90 دقیقه باشه. 4 دقیقه هم گذشت و فعلا شد 86 دقیقه. لحظه ها و ثانیه ها و دقیقه ها میگذرند و من و شما همینجوری نگاه میکنیم که ببینیم آینده چه چیزی رو برای ما به ارمغان خواهد آورد. امروز چهارشنبه است، 12 خرداد 1395 و برابر است با اول ماه جون سال 2016 میلادی و دوشنبه اینجا تعطیل بود، ما هم برنامه نداشتیم. یکی از دوستان از کالیفرنیا گفت بابا ببین اینا چه ملت خوبی هستن، جووناشون رو نمیدونم ارتشیاشون میرن این برانور دنیا، بیچارا کشته میشن، زخمی میشن، مجروح میشن، علیل میشن و من و شما میشینیم تو خونه به اصطلاح همبرگر میخوریم، باربیکیو، کباب کردن، هر چیزی رو اینجا میگن باربیکیو، گریل، منقل اینها، و آبجو می نوشیم. در صورت ما هم این چند روز یه مقداری کار می کردیم ولی یه فرصتی پیش آمد که از دوستمون تشکر کنیم، دوستی که تا حالا 3 کارتون کتاب فرستاده و من هم گفتم خب حالا زحمات ایشون رو به این صورت به اصطلاح جبران کنیم، جبرانی اون زحمت ایشون نمیشه که، قدردانی کنیم که عکس این کتاب ها رو بگیریم در تلویزیون مردم در فیسبوک بذاریم و شماها اگر خواستید با حمایت کردن از تلویزیون مردم این کتاب ها رو داشته باشید، چشمتون روز بعد نبینه. ما رفتیم باکس آخری رو باز کردیم و اولین کتابی که آوردم بیرون این کتاب کیهان بود. از اینجا بهتون نشون بدم، کیهان از هیچ تا کهکشان. اتفاقا این رو خانم منصوره پیرنیا، نمیدونم این ایرانی ها هر کدومشون 7-8 شغل داشتن، وقتی یه جایی باشه لازم باشه میگی من دبیر کل فلانجا بودم، رئیس فلانجام بودم، رئیس فلانجام بودم، 6-7 شغل برات ردیف میکنه. وقتی قرار باشه به کسی کوپولی بدن کمک کنه میگه آقا ما بدبختیم، اصلا ما گدا زایده شدیم، گدا هم هستیم، تو قسمت گدا هم ما رو دفع میکنه. ما نفهمیدیم بالاخره اینا چه کار هست. گویا این خانم منصوره پیرنیا در دفتر شهبانو، حالا خود شهبانو چه کاره بوده که دفتر دستک داشته بمانه، کار میکرده و دیدم عکساشون در سفرهایی که با شاه و این ورانور بودن بوده و من همسر ایشون رو میشناسم، آقای داریوش پیرنیا. دختر ایشون ازدواج کرد با یکی از به اصطلاح دوستان ما و اینها و از این لحاظ خب بگی توی این محلم هستیم میشناسم. من برنامه آقای داریوش پیرنیا رو نگاه میکردم. داریوش پیرنیا هم گویا پدرش تو کار رادیو اینها بوده. باز گفتم اینا همشون میگن ما از 12 سالگی رئیس رادیو تلویزیون بودیم. خاک بر سر اون ملتی که اینها از 19 سالگی و 12 سالگی رئیس رادیو تلویزیونش بودن. بماند بی خود نیست که امروز آخوند سواری میکنه. ما این کتاب و عکسشو گرفتیم. کتاب بعدی کتابی بود از مصدق، خاطرات و تعلمات مصدق. این کتاب هم آمدیم گذاشتیم روی ترایپاد، به اصطلاح استند میگن، یه جایی اینجوری گذاشتیم و با ترایپاد عکس گرفتیم و اینها. یه دفعه گفتم بذار من اینو بخونم یعنی چی کیهان از هیچ تا کهکشان. خب کیهان یه روزنامه بوده، همه دنیا روزنامه دارن، ببینیم این چی نوشته. شروع شد حکایت کیهان، خاطرات دکتر مصطفی مصباح‌زاده. گویا ایشون همشهری ما هم هست آقای مصباح‌زاده. تألیف منصوره پیرنیا. خب اولا چه تعریف های کردند و اینها بماند. و جالبه وقتی که من میخواستم خودکار که نه این مارکر بیارم که یه جایش رو هایلایت کنم، دیدم این دوست ما که این کتاب رو خونده خیلی جاهاشو
هایلایت کرده، مثلا اونجایی که چه تاریخی اولین شروع شد و اینها. ولی بماند ضمن این که من به خانم بذارم این تصویر مال فیسبوک هم درست کنم. دوستان امروز روی فیسبوک هم به صورت زنده داریم پخش میشیم، دوستان روی فیسبوک بنویسن که اوضاع و احوال چگونه است. من برای خانم منصوره پیرنیا هم از طریق فیسبوک نوشتم که من چهارشنبه درباره این کتاب شما صحبت میکنم و ایشون پاسخ ندادن. حالا یا از اونایی هستن که فیسبوکشون رو هفته به هفته و ماه به ماه چک میکنن، یا اینکه گفتن حرف سربی حسابه، به اصطلاح حرف حساب پاسخی نداره، یا اینکه گفتن سربی احمقه، جواب ابلهان و احمقان خاموشی است. در هر صورت من حرف خودم رو میزنم. من وقتی میخوام از یک کسی دعوت کنم، دعوتش میکنم. این قسمت نمیخوام بگم قانونی، این قسمت اون مرام و معرفت، مورال اینجا بهش میگن، این هست. حالا اون بیاد نیاد ما کار خودمون میکنیم. اونجا که گفتن سه نفر، به اصطلاح دو نفر، یکی داشت زمین رو میکند، یکی پشت سرش این گلا رو میریخ سر جای زمین رو پر میکرد. یه نفر اومد گفت آقا شما چه کار میکنی؟ من یه ساعت وایسادم نگاه میکنم اینا، شما 20 متر زمین رو با بیل کندی به این سختی؟ اون دوست این گلا رو میریزه روش. گفت والا ما سه نفری، یه نفر میکنه، یه نفر لوله میذاره، یه نفر زمین رو پر میکنه. امروز اونی که لوله میذاره نیومده، ما دوتا کار خودمون انجام میدیم که حقوقمون حلال باشه. ما حالا کار خودمون انجام میدیم، مهم نیست که خانم منصوره پیرنیا بیاد یا نه. ولی دوستان برید بخونید، باور کنید. وقتی که این کتابا رو میخونید عمق فاجعه خاندان پهلوی معلوم میشه و اینکه چرا اینجوری سرنگون شدن. یه افرادی، خب حالا نمیخوایم بگیم خانم منصوره پیرنیا هم چاپلوس بوده و اینها، رژیم مردم رو خود به خود اینجوری بار میاره که شما اگه چاپلوس نباشی به جایی نمیرسی، اگه چاپلوس نباشی میندازنت بیرون، یه چاپلوسی رو میارن، پس مجبور میشی شما برای که کارتو نگهداری چاپلوس باشی. ولی ببینید چی نوشتن. نوشتن که کیهان و اطلاعات انقدر خوب بودن که هنوز هم در دوره این ملاها هم ادامه دارد و چنین و چنان، و حسن کیهان این بود که دولتی نبود. ای داد بیداد خانم پیرنیا، شما خودت توضیح میدی پول قرض گرفتید از شاه، بعدم میگید شاه چون جوان بود و پول نداشت ارثیه باباش رو فروخت. شما میتونی به من بگی این آقای رضا قلدر، رضا میرپنج، رضا شاه پولش کجا بود تو این 16 سال که چنان ارثیه‌ای گذاشت که شاه از فروش ارثیه‌اش این کارا رو میکرده؟ شما اگر زن با شرفی باشید، شما اگر انسان با شرفی باشید، مرد با شرفی باشید، قبل از اینکه قلم رو بردارید و کاغذ رو کثیف کنید، میاین خودتون رو آماده میکنید که مردم بتونن از شما سوال کنن. در هر صورت دوستان، ما این کتاب رو نشستیم حدود 2-3 ساعت خوندیم. باور کنید چنان فشار خونم بالا رفته بود، ولی از طرفی گفتم نه، چقدر ممنونم از این دوستمون که این رو فرستاد تا من بخونم بفهمم که بابا چجوری میشه که یه مملکتی به این روز میفته. اولا اسم کیهان طبق معمول قلابی کپی زدن از لوموند. لوموند میگه جهان، مثل که کیهان، یا لوموند میگه دنیا چیه به فرانسوی، اونایی که بلدید برای من بنویسید. لوموند یعنی دنیا یا یعنی جهان. اینا فکر میکنم چون چیز بوده کیهان فارسی رو انتخاب کردن. خب کیهان این سیاره ها و اینا میشه کیهان، و نوشته از هیچ تا کهکشان. حالا یه ملته که اینقدر ادعا میکنه ما چنین عظمتی داریم و داشتیم، یه روزنامه آمده ورداشتن چند صفحه، خدایا 352 صفحه راجع به این کتاب نوشتن و چه مزخرفاتی بار کردن. حالا هر کی این کتاب خواست، این کتاب قیمتش خیلی میره بالا، این کتاب گفتم هر کی خواست 50 دلار حمایت کنه تلویزیون مردم، و هر کتابی که من نشون دادم براش میفرستم، بعد هر کتاب اکسترا که خواست 10 دلار 20 دلار. والا ما بلد نیستیم، اگه بلد بودیم که خوب بود، وضعمون بهتر از این بود. در هر صورت، ولی یه چیز جالب داشت که این رو نگه داشتم برای خانم نیر هم فرستادم. یادتونه که خانم نیر میگفت که این بحرین مال ما نبوده و اینها. در شجرنامه سلسله سادات اخوی سندی تاریخی
از نسب شناسی خاندان سادات اخوی جد مادری دکتر مصباح زاده من اینو دیدم که نوشته محمد شریف خان بهادر حاکم بحرین. شما حالا اینه ببینید، ببخشید اینه ببینید، این شما به من بگید بحرینی که ما نبوده چرا حاکمش ایرانی بوده؟ چرا تو کتاب کیهان خانم منصوره پیرنیا نوشته، بعد تازه نوشته تبارشناسی ایرانی، بعد توضیح میده که این آقا هر جا میرفته زن میگرفته، هر زنیش که دختر داشته زنه رو طلاق میداده. دوستان فکر نکنید فقط این آخوندان موجودات کثیفی هستن، هر زنی که دختر داشته زنه رو طلاق میداده، دختره رو میفرستاده پرلو خانواده خودش، هر زنی که پسر داشته اونو نگه میداشته، بعدم خدا میدونه چند تا زن داشته. اینا تحصیل کرده های ما بودن، اینا نشریه کیهان رو که خانم پیرنیا بعد از 50 سال چقدر هنوز بهش افتخار میکنه اینا میچرخوندن. بعد میگه که ما تازه یکی هم آمد بخره نشریه رو ولی نفروختن و فلان اینا. آخه این نشریه کیهان نمیدونم با 2000 نسخه 10000 نسخه چه سودی میبرده؟ اگه کمک های دولتی نبود، سابسیدایز میگن دیگه، یارانه دولتی نبود که این چه خاکی میشد تو سرش. بعد یه چیز دیگه جالب، اون روز دیدم این آقای پیر خراسانی، من یقشو میگیرم گاهی وقتی، و اونم خفه خون گرفته از ترس بهبانی جواب نمیده. اینا خیلی هم فکر کنن آزاد انش هستن. در هر صورت داشت پریده بود به خسرو فروهر که خسرو فروهر گویا در برنامه گفته زمان شاه سانسور نبوده. اینو داشته باشید، آقای خسرو فروهر عباس نمیدونم شیخ فلان که بابات از بیزنی رفته یه زن خارجی گرفته، حالا تو بدبخت عقده ایرانی بودن پیدا کردی، بذار من بهت این عکس رو اگر بتونم نشون بدم که ببینی خود اینها نوشتن راج ماجرای زن روز رو پیش کشیده. بعد تو ماجرای زن روز میگه که میگه البته زن روز از به اصطلاح سانسور نشد مثل اونای دیگه. احمد تو زبان فارسی وقتی میگن این یکی سانسور نشد یعنی اونای دیگه سانسور میشده. این هم برای آقای پیر خراسانی هم فرستادم که پیرگدای خراسانی. آقای پیرگدای خراسانی، من به نظرم میاد شما اسم خوبی برای خودت انتخاب کردی، ولی الان شدی پیری که گدایی میکنی از این بهبهانی تیمور رنگ برای یک سال برنامه. دوستان ببینید نوشته مجله زن روز، میبینید اینجا رو یا نه، مجله زن روز تا حدودی از گزند سانسور دور بود و در مدت انتشار بیش از 2-3 بار توقیف نشد. آخرین بار وقتی بود که خسرو گلسرخی را به جرم همکاری با گروه های مارکسیست اعدام کردند. عکسی روی جلد مجله چاپ شد که فقط یک شاخه گل سرخ بود. نیروهای سانسور، ببین فروهر احمق یا فروهر هرچی اسم کثیفت هست که فکر میکنی با این پاک میشه، نیروهای سانسور یعنی یک نیروی دولتی یا نیروهای مأمور سانسور بودند. نیروهای سانسور بر این عقیده بودند که چاپ عکس شاخه گل اشاره عاطفی به گل سرخی است. اینجا هم که توضیح داده کیا هستن، کنفرانس جهانی حقوق زن در تهران، خبرنگار مطبوعات و اینها، یه مش آدمایی که قبول کرده بودن غلام حلقه به گوش اینها باشن، اینها تونسته بودن به جای برسن. باقیه ول معطلی. اون عکس رو هم بهتون نشون بدم که برای خانم نیرم فرستادم. ببینید اینجا دوستان، ببینید محمد شریف خان بهادر حاکم بحرین. حالا چجوری بحرین مال ما نبوده، مال عربا بوده، مال انگلیسا بوده، ولی آقای محمد شریف خان بهادر حاکم بحرین ایشون حاکمش بوده؟ نمیخونه عزیزم، من بارها گفتم این چیزایی که شما میگی نمیخونه. در رابطه با بحرین صحبت کردم، یکی از دوستان ما گفت آقا شما تو صحبتاتون با آقای عقیلی پور، آقای عقیلی پور اولا چقدر دوستان استقبال کردن، امیدوارم بازم بیان اون پرسش های دیگه هم که از پاسخ بدید و ممنونم. یکی از پیام های شما رو من نگرفتم، همون پیامی که نوشته بودید من یه پیام گذاشتم گرفتید یا نه، نگرفتم. در هر صورت این از این، تو ارتش یادمه که من یه مدتی توی
رکن چهار بود. چی بود؟ مال تدارکات. کار میکردم اونجا، یاد گرفتم که اینها نامه ها رو شماره میذارن، مثل اینکه من و شما باید پیام ها رو تاریخ و وقت بذاریم. مثلا شما لطف کنید امروز که زنگ میزنید بگید اول جون مثلا ساعت 12 ظهر به وقت کالیفرنیا وقت برات پیغام گذاشتم. در اصل اشکالی ما نداشتیم. یه مدتی شده اینجوری شده. فکر کنم شما زود تلفن رو قطع میکنید، صبر کنید بعد از اینکه ساکت شدید، فکر کنم اون علامت پاوند هست، یه علامت شماره، مثل علامت هشتگ هم بهش میگن، مثل یه مساویه که دو تا خط اینجوری کشیدن روش، عکس شماره آپارتمان و اینا رو هم اینجوری مینویسن. در صورت اونو فشار بدید، بعد اون تلفن بهتون میگه که پیام شما رسید، میخواین عوض کنید، میخواین گوش بدید. و بعضی وقتا اگه یه چیزی رو اشتباه گفته باشه اینا، لازم نیست دوباره زنگ بزنید، همون پیامه رو شما میتونید تصحیحش کنی، کرکتش کنی. یک رو میزنی گوش میدی، میگه اگه خوبه یک رو بزن نگهش داریم، اگر قابل قبول نیست دو رو بزن دوباره. و برگردیم به ماجرای آقای عقیلی پور. ما میگم به همین خاطر زودتر شروع کردم، دیدم خیلی حرف ناگفته دارم که باید بگم. یکی از دوستان گفت آقا من مایلم اون ویدیوی ایشون رو ببینم. خب من که یادم نمیاد که 66 تا برنامه در کدوم قسمتش ایشون در رابطه با بحرین صحبت کرده. بعضی وقتا مثلا در رابطه با بحرین ممکنه در 2 یا 3 تا برنامه صحبت کرده باشن. و من آمدم اون صفحه بایگانی برنامه های آقای سرهنگ عقیلی پور که آخرین برنامه شون هم گذاشتم اونجا، دوستان برید ببینید، برای ایشون فرستادم و گفتم تو یکی از این هاست. و ایشون برای من یه نامه ای نوشت که حالا اگر توی چیز باشه براتون میخونم. نفرین و ناله که خدا از سرت نگذره، تو منو معتاد کردی، مثل اون دوستی که میگه برنامه های آقای عقیلی پور رو میشینم 2 بار 3 بار نگاه میکنم و اینجور اونجور. It's about 10:45 in morning and you are live. Did you change your programs time? نه سعید عزیز، چون دوشنبه برنامه نداشتم و امروز هم ساعت 3 بعد از ظهر 12 ظهر شما باید 1 ساعت برنامه رو با آقای یزدان خدا بندلو باشم، یه دفعه تصمیم گرفتم زودتر شروع کنم و یه نیم ساعتی بیشتر که تا به خودم جنبیدم و آمدم، یعنی 26 دقیقه ما امروز برنامه رو زودتر شروع کردم. ولی ممنونم که هستی و چی بگم، متشکرم. شماها به عنوان تهیه کننده های، نمیخوام بگیم فرعی که یعنی ما اصلی باشیم، حالا اگر مردم تیوی اگزیکیتیو پرودوسر هست، شما هم تهیه کننده های دیگرش هستید، از این بابت ممنونم. و اما این سعید، ببینیم اون دوستان رو بذارید. دوستان من امروز یکم هم ممکنه سریعتر صحبت کنم. اگر تصویر ما در فیسبوک یک کمی کجه، اون شعره بود گفت کی میگه کجه، رفته بودن خواستگاری نمیدونم چی بود، یک کمی یه چیزی کج بوده، مثلا طرف گفته این چرا ابروش کجه، اونا با آهنگ میخوندن کی میگه کجه، بعد یکی میگه مال کرجه، یکی میگه نمیدونم مشفرجه، از این چیزا. در اصل من یه دستگاهی گذاشتم زیر این، درست تنظیم نیست. میدونید که مثلا شما ترایپاد یا سپایه که برای دوربین فیلم برداری میگیرید، این 2 حالت 3 حالت داره. برای دوربین عکاسی که میگیرید یه حالتی هم داره از اینوری میاد تا اینها، اینه که من دوربین عکاسی رو گذاشتم برای ویدیو، کم دارم دیگه، شما هم که پول نمیدید، هرچی میگیم اول جونه آخر جونه، جونمون در رفت، جونشون شما هم در بره، پول بدید نمیدید. ما تا حالا ندیدیم یه نفر زنگ بزنه بگه آقا من پدرم فوت شده، وصیت کرده اینقدر بدم به تلویزیون مردم. خدا رحمت کنه، این دکتر ابوالقاسم صمدانی هر روز به من میگفت من همه پولامو دادم به تلویزیونای شاه‌اللهی و حالا که بی پول شدم رسیدم به تو، ولی بلیط بخت آزمایی میخرم لاتاری، هر وقت برنده بشم یه پولی بهت میدم. بنده خدا فوت شد، پسرش به من زنگ زد گفت که اگه ویدیویی چیزی از ایشون هست برامون بفرست. ما فکر کردیم حالا میگه خب ویدیو بینا میفرسی، اینقدرم بابام نصیحت کرده وصیت کرده. در صورت کارمون خیلی خرابه. برگردیم به این دوستمون که نوشته بود خدا از سرت نگذره که روز من رو تار و تیره کردی و مجبور شدم بشینم اینها رو نگاه کنم. مجبور شدم که نه، یعنی انقدر این برنامه ها خوبه که من به اصطلاح جذب شدم، مجذوب شدم. این کلمه ها رو اگه درست استفاده کنیم، مجبور، مجذوب، نمیدونم. در صورت این دوستمون
همونیه که ما ازش هم خواستیم که چون قبلا تو رادیو تلویزیون بوده و اینها دوباره تشریف بیاره. میگه شما میخواید دوباره کاری رو که من یه مدت رها کردم ول کردم ما رو بکشی بیاری؟ گفتیم اب نداره، نمیشه که ما تنها اینجا توی این دیگه آتش داغ باشیم، شما هم باید تشریف بیاری. در رابطه با فیلم و رادیو و تلویزیون میدونید که هفته گذشته یک سر صدای زیادی برپا شد که دوباره اتفاقا من پارسال که رفته بودم فرانسه گفتیم هی این میگن کن کن، تو ایران میگفتن فیلم کان، نمایش فیلم های کان، بریم ببینیم چی چیه. رفتیم اونجا دیدیم یه جای شلوغ بی خودی، علکی ملت رو ته نگه میدارن تو صف و اینها، خلاصه هنرپیشا میان و یه مش از این چیزای مزخرف. در هر صورت ایرانی هم الان یه مدتی پاشون باز شده و برای من خیلی جالبه که ایرانی ها یه دفعه خیلی خوشحال میشن هدیه‌های گلشیفته فراهانی به ملت ایران به خاطر آزادی فلان، یا دفعه دو هفته بعدش میگن نه آقا این آخوند فرستادش اونجا، یه دفعه دو هفته بعدش میگن نه آقا واسه این پدر سوخته فیلمش هم جاسوس بوده و اینها. حالا این دفعه گویا جایزه ای دادن به اون آقایی که نقش قباد و بازی میکرده در فیلم شهرزاد و خب به همون خاطر حالا گفتگوها و اینهایی هم هست. این خانم شهرزادم که در ضمن این که میخواد حجابش رو رعایت کنه ولی خب لباسهای زیبا میپوشه و اینها، گویا توی این مصاحبه وقتی که میخواسته میکروفون رو تنظیم کنه برای آقای اصغر فرهادی، حالا آقای اصغر فرهادی هم گفت نوکر ما نوکری داشت، خودش میرفت تپل چینی، ببخشید اینو میگم، آقای اصغر فرهادی خب دستت دراز کن این میکروفون بیار جلو به مرد حسابی، چقدر شما ایرانی ها هنوزم تو خونه میخواید بشینید زناتون چای براتون بیاره. خود ما هم گاهگاهی همین غلطا رو میکنیم. در هر صورت این میکروفونی که میخواسته برای ایشون تنظیم کنه، توجه کنید به عکس خالی که روی دست ایشون هست. اون وقتا در ایران اونایی که میرفتن زندان و لات بودن و چاقوکشی و فلان، اینها آدمای بد خال میکوفتن. الان توی ایران، توی آمریکا، توی دنیا رسم شده هنرپیشه ها، مثلا این آقای آدم چیچی مال وایس میاد گردن و مردن و همه چیش خال کوفته، چقدرم پول میدن. بمانه نوشته که این علامت خالی که رو دست ایشونه چیه و معنیش چیه. سرویس اجتماعی فردا گفته در میان تصاویری که از نشست خبری عوامل فیلم فروشنده با حضور اصغر فرهادی، شهاب حسینی و خانم ترانه علی دوستی منتشر شد، عکسی وجود دارد که در آن آستین پیراهن ترانه علی دوستی بازیگر این فیلم قدری بالاتر از معمول رفته و نقش یک تتو، یک خال بر ساعد وی مشخص شده است. همین کافی بود تا این تصویر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شود، اما این نشانه ناآشنا مربوط به چه چیزی است و چه معنی دارد؟ به گزارش فردا، هرچند استفاده از این نشانه در میان گروه‌های فمینیستی و طرفداران فمینیسم رواج دارد، اما فمینیسم و طرفداران فمینیسم یعنی خانم ها، جنبش های زنانه، اونایی که میخوان از حق و حقوق زنها دفاع کنن. اتفاقا یه آقایی بود که مهمونی گفت من واقعا آقا طرفدار مساوات و حقوق زن و مرد هستم. گفتم اه چقدر خوب. گفت من میخوام اندازه خانمم حقوق داشته باشم. در اصل اما منحصر به تمام آنها نیست و جمعیت های خاصی، جمعیت‌های خاص و کوچکتری از آنها نیز از همین نشانه استفاده می‌کنند. یکی از مشهورترین آنها جنبشی به نام جنبش پرو چویس. چویس یعنی حق انتخاب، پرو هم یعنی طرفدار بودن و دنبال رو بودن. اینها طرفدار حق انتخاب خانم‌ها هستند. ببینید همون خالی رو که ایشون کوفته، اون سیمبل یا اون علامت اینجا هست و یک دستیه. من حقیقت نمیدونم یعنی چی که این، حالا ببخشید اینو میگم، یعنی این مثلا توی رحم و شکم خانم ها رفته چیه؟ اینا رو میتونیم ببینیم روی گوگل، ببینیم چه معنی میده، چون هر سمبل یا لوگویی که درست میکنن، اونی که درست میکنه برای خودش یه معنی و مفهومی داره. نوشته my body my right my choice، یعنی بدن خودمه، حق منه، انتخاب منه.
نوشته تصویر از یکی تجمعات پرو چویس، بدن من، حق من، انتخاب من، شعار این گروه است. این گروه برخلاف گروه های دیگر مثل پرو لایف، پرو فامیلی و پرو چایلد، اونها طرفدار زندگی هستن و طرفدار فامیلی هستن و طرفدار بچه هستن، با گرایش های متفاوت که نشانه های مربوط به خود را دارند، از همین علامت معروف استفاده می کنند که بر دستان علی دوستی دیده می شود. جنبش پرو چویس حرکتی سیاسی اجتماعی است که از حق انتخاب زنان برای سقط جنین زنان حمایت می کند. این جنبش معتقد است که سقط جنین باید برای زنان آزاد و در دسترس همه آنها باشد. جرقه این جنبش در سال 1973 و پس از آن زده شد که دادگاه عالی آمریکا در حکمی اعلام نمود که قانون اساسی آمریکا حق سقط جنین را محترم می شمارد. پس از انتشار عکس خال یا تتوی ترانه علی دوستی، عده‌ای معتقد بودند این تصویر ساختگی است و آن را محصول بکارگیری نرم افزار فتوشاپ دانستند، اما مرور عکس‌های خبرگزاری‌ها صحت عکس را تایید کرد. ببخشید، در صورت اینم شده حالا خبر ما. و جالب اینه که این آقای چیز که برنده شده بود، شهاب حسینی چی هرچیه، این جایزه رو اول گفت به مردم مملکتم میدم، مردم انقدر فوش و فضیحت دادن، گویا حالا گفته بابا میدمش به امام زمان. در صورت خیلی جالبه. What's the deal with short sleep؟ آقا گرم، ما اینجا میگه چه، میگه این دیگه چیه با آسین کوتاه اومدی. ببینم، keep you moving your hand so پشمالو هند کی پنج داون، میگه بابا با این دستای پشمالو. حالا من به نسبت ایرانی ها پشمالو نیستم، شما نمیدید، من دوستایی دارم که وقتی میریم استخ، مثلا این وقتی میره تو آب، آمریکایی‌ها فکر کنن یه لباس مشکی برشه، من الحمدلله کمو هستم. در صورت همین نشون میده کمی تکامل داریم، مو کم داریم، ولی تو تلویزیون ما هم چون نور کافی نیست و اینا، اینجوری پشمالو میشه. حالا دفعه دیگه گفته بود که اگر واجبی بندازید به بدنتون، مثل که خدا میبخشدتون. چی گفته بودی مرد که دیوونه، دکتر مال توی ایران، هر کی 40 روز واجبی نندازه مسلمونیشو پس میدن. گفت والا دینی که به یه کاسه واجبی وصل باشه دیگه تکلیفش معلومه. Now I have to change my lunch break hour. نه، فقط امروز اینجوریه. دوستان عزیز، امروز بهتون گفتم که آقای یزدان خدابندلو میاد درباره یه مقاله‌ای برای من فرستادن. خود مقاله نیامد چون طولانی بود، روی فیسبوک خودشون باید نگاه کنم، ولی تیتری که فرستادن فکر کنم کلمات جابجا شده، مخصوصا وقتی که گیومه یا کد اینجوری میذارن، بعضی وقتا نگاه کنید، دقت کنید، میبینید جای اینا رو عوض میکنه. ایشون چیزی که برای من فرستادن اینه: اسلام شناسی سنتی در برابر دین شناسی مدرن است، یا اسلام شناسی سنتی در برابر دین شناسی مدرن است. آقای احمد شاملو سالها پیش اومده بود کالیفرنیا و توی یکی از صحبتاش میگفت که دوستان از بس ویرگول و کاما و فاصله و اینها میذارن، هر کسی میتونه هر جوری این رو اشتباه بخونه. باز برگردم به اون دوستمون که 4 تا مقاله فرستاده که من براتون ماه رمضان بخونم. بهشون گفتم ای کاش خودتون لطف میکردید، زنگ میزدید به اون شماره تلفن 703 ما که تا 10 دقیقه میتونید این نامه رو بخونید با صدای خودتون، خودتون املاشو نوشتید، خودتونم میخونید، چقدر خوب میشه و منم اشتباه نمیخونم که خجالت بکشم. ایشون گفتود آقا چرا خجالت بکشیم، مگر فقط شما هستی که یه چیزی رو که میبینن و اینها به اصطلاح میخونی ممکنه اشتباه خونده باشی. آقای مختار حسین زیبایی هم نشته چهره واقعی خمینی مزدور امپریالیست جهانی. من فکر کردم شما ما را امروز زنده میبینید آقای مختار خان، این رو یه وقت دیگه برامون بگید، یا برنامه‌ای قرار بود خودتون هر وقت از بیمارستان اومدید بیرون بیاین و برامون بگید و بنویسیم و اینها، که امیدوارم شما را به سلامتی داشته باشیم. و اما این دوستمون که کارای خبرنگاری میکنه و من از طریق یک چیز باش آشنا شدم، یک مقاله ای رو میخواد بنویسه که به اصطلاح در رابطه با گویا فرع پهلوی، و کمک گرفته بود از آقای احمدعلی مسعود انصاری. ما اینجوری با هم دوست و آشنا شدیم و خیلی هم خوشحالم
که به قول آقای انصاری بعد این همه فوش و ناسزا بالاخره افرادی هم هستن که تشکر میکنن. آقای عیسی آزادم با ما هست، لیلا خانم هم با ما هستن روی فیسبوک، آقای مرتضی علیزاده با ما هستن، ممنون و متشکرم. دوستان به دوستان دیگه‌تونم بگید یا لینک تلویزیون مردم رو روی فیسبوک براشون بفرستید. به نظر میرسه این روزها فیسبوک تعداد زیادی هستن و ما باید این برنامه زنده رو روی فیسبوک بیشتر و بیشتر ادامه بدیم. این جمله رو با عربی نوشته، چون من عربی بلد نیستم این دوستمون لطف کرده فارسیش رو نوشته. نوشته عکس یک زن مسیحی عراقی در برابر خبرنگاران بین‌المللی که از چنگال داعش فرار کرده چکمه یک سرباز عراقی را گلدان کرده و بر سر نهاده. حقیقتش من متوجه نمیشم اینجا وقتی سربازی کشته میشه تفنگشو اسلحهشو گل و اینا رو با پرچمو میذاره، این یعنی چی؟ یعنی این عراقیه، چون میدونید که یه سری این داعشی ها دوستان سربازای صدام هستن که آمریکا و جورج بوش با اون ابلهیتی که کلمه ابلهیت درسته، بلاهتی که انجام داد و این ارتش رو منهدم کرد، اینها خونه و زندگی دارن، باید خرج در بیارن، اسلحه دستشون بود، رفتن به سراغ داعش. داعش رو کی پول داده بود؟ دوباره همین آمریکا به سرکردگی و حماقت آقای جان مکین، همین آقای حیف کلمه آقا که به اینها بگیم، بوش و غیره. در هر صورت من متوجه نشدم یعنی چی سرباز عراقی جزء داعشی بوده کشته شده یا کردتش گلدون گذاشته رو سرش، یا اینکه سرباز عراقی این رو از داعشیان نجات داده. اگه سرباز عراقی نجات داده که خب این پوتینه باید پاش باشه، یا اینکه سرباز عراقی در حین نجات دادن اینها کشته شده، این خانم به عنوان قدردانی از اون سرباز پوتینش رو تبدیل به گلدون کرده و گذاشته رو سرش. در اصل ببین حالا وقتی میگم شما خودت باید زنگ بزنی توضیح بدی، بازم بگو نه سوربی صدای تو خیلی خوبه، باید بنان از زیر خاک بیاریم بیرون تو رو به جاش خاک کنیم. نه این بنده خدا گفتم که با صدای خودتون اگه بخونین خیلی بهتره. ایشون لطف کرد و من گفت که صدای شما خوبه، گفتم والا ما از طریق همین صدا به همه میگن ما نه از پی جاه و مقام به اینجا افتادیم، بدبختی نصیبمون شد. من همیشه گفتم من دوست داشتم، یه دفعه توی مهمونی یه شعری خوندیم دوستان، همین آقای محمد علی ابوقدراره، آقای بابک یکتافر و اینها، گفتن آقا شما ماشاءالله صدای داوودی دارید. گفتیم اون حضرت داوود که کشتنه شد، نمیدونم کشته شده، ما را باید بکشین یا نه؟ گفتن نه آقا دیگه. از اون وقت هم ما یه تعریف کردن، اومدیم دی تلویزیون و نمیخوام بگیم گرفتار شدیم. چه گرفتاری؟ هر روز نخواستی دیگه برو آقا، ما آقا اینجا اسیر شدیم، ما تبعید، کی تبعیدت کرده؟ شما مهاجری و افتخار کن که زیر بار زور و اینها وای نسدی، هجرت کردی، هجرت باعث میشه فرهنگت گسترده بشه. اگه من و شما هجرت نکرده بودیم 17-18 تا موبیدیک رستوران ایرانی تو این ویرجینیا نبود که تو ویرجینیا و مریلند. الان به آمریکایی میگه امروز چی میخوری؟ میگه چلو کباب، تا میفهمه ایرانی هستی. در صورت هجرت خوبه. اونایی هم که میگن ما رو تبعید کردین، بیان من حکم تبعیدتون رو آزاد میکنم، برگردید ایران. چرا دروغ میگی؟ مثل من بگید آقا من ترسو بودم، وای نسادم در رفتم اومدم اینجا. این کلمه مهاجرت، آقای مینویی هم هی میپرسه که آقا چرا میگن مهاجرت؟ از زمان مهاجرت تاریخ اسلام شروع شده. آقا حضرت محمد و یارانش هر کی بودن آدمای با فکری بودن، وای نسادن یکی یکی کشته بشن. شما این زندانیای سیاسی ما رو نگاه کن، بزرگترین افتخارش اینه که دستگیر شده، اونم نه یه بار، ببخشید اولاق پاش یه بار میره توی سوراخی، اینا چند بار دستگیر شدن بعد در رفته. از اون روزی هم که در رفته انگار زندگی درست دوباره پیدا کرده. چه فرق نمیکنه با مهاجرتش رو گذاشته تاریخ تقویم، بعد اون که نذاشته دیگران گذاشتن، چه فرقیه آقای مینویی بین اون که زندگی دوبارهش رو به دست آورده کرده اول سال نمیدونم چی هجری شمسی و هجری میلادی ما یکی دیگه چیه هجری قمری، با اینی که من و شما امروز حضرت عیسی، امروز وقتی میگیم 2016 است، 2016 از تولد آقای عیسی مسیح گذشته، تازه همش هم اشتباه، همش هم غلط.
در هر صورت آقای مینویی گفتم، آقای مینویی امروز قرار بود ساعت 5 برنامه داشته باشن، ایشون لطف کردن، خیلی آدم مرتب و منظمی هستن، زنگ زدن من گفتن سوربی من یه جایی هستم که امکان داره نرسم، کار یه جوری پیش بیاد که نتونم بیام. میدونید ایشون با همین سنش هنوز کار میکنه، شرکت خودش رو داره، این چیزای آتیش خاموش کن و اینهای رستوران ها رو کار میکنه، آدم زحمتکشی هست، از 5 صبح بلند میشه کتابشو میخونه، نشریاتشو میخونه، مینویسه فلان ها. و ایشون گفت اگر من نرسیدم که به احتمال 99% گفتن نمیام، تو یه برنامه از اون برنامه های قدیمیم رو بذار برای دوستان، از طرف منم عذرخواهی کن. چشم، پس امروز برنامه ها به این صورته: سوربی، بعدش آقای یزدان خداوندلو، بعدش آقای ارشاد، بعدش آقای مینویی، بعدش رادیو کیان ایران، بعدش آقای شبستری، بعدش کانون آوا. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. و اما از تلویزیون مردم برنامه داشته، ما یکی از افتخاراتمون اینه که تونستیم چند تا پناهجو رو کمک کنیم که از اون حالت برزخ بیرون بیان و بشن پناهنده، برن دنبال زندگیشون و موفق باشن. گاهی وقتی دوچار اشکال میشیم، مثلا یک خانمی بود از همین دوستان جدا شده، بعدن میگفت که مثلا اعتراض کرده بود به اونای دیگه که چرا شما رو سریتون در نمیارید. گفتم بابا حالا که شما آزاد شدی قرار نیست شما مثل رضا خان عمل کنی، رفع حجاب و کشف حجاب به شما چه، بذار مردم. ایشون همین من میگفت ویدیوی من در بیار. گفتم خانم مال من نیست این ویدیو، این مال کانون آواز، شما چرا نمیفهمید؟ ببخشید نمیخوام بگم نفهمیدی، رفتی جنبال مجاهدین، حالا هم که اومدی بیرون نمیفهمی. بمانه این را آقای راستگو بنده خدا با هزار مشکل و اینا حلش کرد. یه دوستی، یه آقای جوونی هست، یکی دو بار، ایشون میگه سه بار، من فکر کنم دو بار در برنامه های ما بوده، یه مرتبهش به خاطر همین برنامه پناهجوی و پناهندگی بوده و اینها وقتی مصاحبه میکنن میرن این ویدیو رو اونجا نشون میدن، میگن آقا شما اصلا میگید که ما دلیل سیاسی نداشتیم، بفرما الان دیگه داریم، طبق این دیگه باید بمونیم. کارشون هم درست میشه، الحمدلله چند نفر از زندان آوردیم، چند تا البته بماند همشون، مثلا اون خانم نمیدونم چی بود، من دیگه تا آخر عمر میخوام به پناهجویان خدمت کنم. هفته دیگه که آزاد شد عکسش تو دیسکوها بود و فلان اینا، گفت ای پناهجویم چی شد؟ گفت خب پناهجویم تو دیسکو هستن. این آقا ما دیروزم یه جایی کار داشتیم و وقتی اومدیم یه کمی خسته و اینها بودیم، برای من نوشته بود سوربی جان دستت به دامنم، این دستم به دامنت. این ما یه نگاه کردیم دیدیم هوا سرد، شورت پوشیدیم ولی هنوز دامن نشده. خلاصه چی شده آقا؟ زندگیم در خطره. آقا چی شده؟ شما این ویدیوی منو بردار، اگه نمیتونی برداری اقلا اسمم رو بردار. اینا گفتیم بابا چشم بزو بریم. رفتیم دیدیم بابا این یکی از اون اکانت های قدیمیه که اصلا خود من دیگه الان نمیتونم برم توش. بعد میگم آقا چی شده؟ مادرم داره قش میکنه میمیره. میگم آقا چی شده؟ خب به ما بگو، ما رو که نیمه جان کردی. میگه من به وکیلم گفتم من تو تلویزیون مردم یه بار بودم، حالا این اگه بیاد بزنه میبینه من سه بار بودم. گفتم آقا شما دو بارش به عنوان هنرمند اومدی، نمیدونم کاریکاتور بود، نوشته بود، اینا بود ما نشون دادیم، یه مرتبه هم اومدی. بعدم بهش بگو آقا من پناهجویم، من زندگیم در برزخه، من یادم میره، فراموش میکنم. ما اینجا میگن language barrier، یعنی ما مشکل زبان داریم، اونی هم که تازه برای من ترجمه میکنه مشکل داره. حالا یه بار نبودم، دو بار بودم، مگه دو بار رفتم؟ خلاصه یک ترسی ما داد. و باور کنید من دیشب 2 ساعت 3 ساعت به این گوگل پدر سوخته که صاحب یوتیوب و همه دنیا شده میرم میگم آقا من اینو دارم، این حساب منه، نمیتونم بیام توش. میگه آخرین بار که تونستی بیای تو کی بوده؟ میگم یادم نیست که. با چه اسمی آمدی تو؟ با این اسم. پسوردت چی بوده؟ میگم آخه احمق، من اگه پسوردم یادم بود که میمدم تو. برید بخونید. بعد آخر کار گفتم بابا اصلا میخوام این اکانت رو دیلیت کنم، ورش دارم همه چی. میگه باید بری فلان جا. میری اونجا بعد میگه مطمئنی میخوای دیلیت کنی؟ میگم بله مطمئنم. دوباره چی میکنه وقتی برمیگردیم؟ میگه ما اون اکانت رو دیلیت کردیم، حالا شما برای که ایمیل و فلان و اینها رو داشته باشی اینو داشته باش فعلا. یعنی هیچ، یعنی شما وقتی میایین تو این، اینم مثل سازمان مجاهدینه، خوشحال شده که یه نفر رو گیر آورده،
این احمق اومده حالا گوگل یا یوتیوب یا فلان عوض شده دیگه، مگه ولت میکنه بری؟ هرچی میگه آقا من عاقل شدم، من دیگه نمیخوام جزء این سازمان باشم، سازمانی که میگه زن تو طلاق بده تا من زن تو بگیرم، من سازمان 50 سال پیشو میخوام. میگه نه آقا اگه رفتی اینم ماجرای این برنامه‌های ما. بعضی وقتا اصلا بهتره به این دوستا جواب ندن، هی میگه آقا شما کمک من بکن، من پول یه ساعت برنامه رو میدم. میگم عزیز من مگه من بهت گفتم پول بده؟ بدونی که شما بگی من 3 ساعت دیشب خسته خورد رفتم دنبال این، اصلا یه جایش چیزامو میکس کرده بود دیگه، تو اکانت خودم هم نمیتونستم برم. آخه چرا شما اینجوری هستید؟ با همین عجله ها این فیسبوک چیز قطع شد. نمیدونم چرا این کارو میکنه فیسبوک Watch on your mind، بعد ما رو از توی مردم تیوی میبره توی حساب شخصی خودمون. این آقای چیز نوشته بود آقا چرا دوتا حساب شخصی داریم؟ دوتا حساب داری، یکی شخصی یکی چیز یکی مال بیزینس. گفتم خب شما که خودت نوشتی که یکی شخصی یکی مال بیزینسی. Go live دوباره اومد این دوستان، اگر ما رو میبینید ببینم میتونم اینو یک کمی صاف و راست و ریستش کنم. صاف شد. آها این هم مال پایه دوربینه، این مال الان جهش رفت. این صندلی هم که قرار شد یه نفر $100 بده ما یه صندلی بخریم. آها یه نفر برای من $100 فرستاد و واقعا ممنونم. این دوستمون بهش گفتم آقا شما اینقدر دیگه برای ما لطف کردید و فرستادید، من قاطی کردم، نمیدونم مال ماه میه مال ماه جونه، بگو ناراحت نباش. و براش نوشتم گفتم بذار من یه چی بهتون بگم. من وقتی که یه چیز اینجوری میاد، یه هدیه‌ای، یه حمایتی اینها، من اگه امروز عصر میرم بیرون، وقتی میبینم یه جوونی داره کار میکنه بعد میگه ماشینم خراب شده بود اینا میخوان منو بکنن بیرون، میگم مگه ماشین چند خرج داره؟ میگه $80. بهش میگم این $80، یه نفر رو خوشحال میکنیم، یه نفر رو با $10 خوشحال میکنیم، یه نفر رو با $20 خوشحال میکنیم. و بعد از خودم فکر میکنم که اینایی که این همه پول دارن چرا وقتی میتونن با یه پولای مبلغ کمی دیگران رو خوشحال کنن این کار رو انجام نمیدن؟ البته یه دوستمون گفت نه شما این کاری که میکنید یه مقداری حالت ترحم داره. آقا چه احتیاجی داره دنیا بشه پر از ترحم؟ من به این رحم کنم نکشمش، یتیم کنم بچهش و زنشو، اون به من رحم کنه نکشه منو. اگه کلمه رحم و ترحم اینه، خب چه اشکالی داره که من ترحم کنم اونم مورد مرحمت و رحم قرار بگیره؟ نمیدونم والا خیلی مشکل داریم. خب چی گفتیم؟ آقای کمنارا، بذارید نوشتهشو براتون بخونم، به خدا امروز انقدر زیاد هست نمیدونم چی کار کنم. وایسی جست فوتو، اون فوتو رو فرستادیم. آها ممنونم، این دوستمون برنامه گلستان امروز رو فرستاده. نوشته یکی را گفتند عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت به زنبور بی عسل. شادزی. این هم از گلستان، ممنونم از شما. حالا این زنبور بی عسل، خب عسل نمیده، این مثل زنبوری میمونه که نیش هم میزنه، امیدواریم اگر عسل نمیده اقلا نیش نزنه. خب دوباره همین نامه های ذکر مصیبت. آقای نوریزاد، دخترم به صورت من توف بینداز. چشم. پس از انتشار عکس برهنه یک زن جوان ایرانی در میان 6 مرد زائر عراقی در یک مهمانسرای شهر مشهد، یادداشتی از محمد نوریزاد منتشر شد که خطاب به این زن جوان نوشته بود دخترم به صورت من توف بینداز، من نیز به سهم خود شرمسارم و بی جا نیست اگر این زن جوان به سیمای من نیز آب دهان پرتاب کند که از کرده خود پشیمانه. حال جمله رو بخونید 3 بار. آقا فهمیدیم، شما امروز میگی که از این که تو دست و پای آخوندا بودی و براشون فیلم میساختی و به اصطلاح شما کمک کردی اونها هم به این جایی که امروز هستن برسن پشیمونید. خب حالا هی یه روز برو خونه مادر ستار، یه روز برو اونجا. آقا چه باید کرد؟ آقای نوریزاد، شما که اون آقای ملکی استاد دانشگاه، اون آقای نمیدونم احمد راغب زرتشت و اینها دور براتونن، ببینید چه باید کرد. از این که هی بنویسی آقا بی خانم تو بی توف بنداز تو سر من، آقا تو بی تو سرم بزن، چه فایده ای داره؟ نمیدونم والا، یا من خولم یا این دوستان خولن یا هر دومون خولیم. شما بگید که من خولم یا شما خولید یا اینا خولن، ما شما ایشان، چی میگو من تو او، ما شما ایشان.
و اما دیروز یکی از خبرهایی که تو آمریکا خیلی سر صدا پا کرد این بود که در شهر سینسیناتی یه بچه ایست، یه بار گفتن 3 سالشه، یه بار گفتن 4 سالشه، رفته بود باغ وحش، از این میله های وسط باغ وحش مادرش، اینها گویا مادر خیلی بچه داره، البته یه بچه هم داشته باشی گاهی وقت همین یه بچه هم از دست جیم میشه میره و اینها، این بچه میره از لای این آهنا میفته توی چاله ای که اونجا گوریل 450 پوند، یعنی دو برابر من، اونجا بوده و این گوریل میدونید که اینها نزدیکترین هستن به آدم، از مثل 98% مثل ماها هستن. اولم کاری نمیکرد، بعد که لابد مردم جیغ و جاغ کردن این بچه رو گرفت و کشید این منور، اینا مسئولین باغ وحش به خاطر حفظ جان این بچه مجبور شدن گوریل 17 ساله ای رو که اصلا گویا همینجا دنیا اومده بوده، همینجا بزرگ شده، اینا با تیر بزنن و بکشن. حالا اینجا ماجرا شده، یکی میگه آقا این گوریله هیچ کاری نمیکرد، یکی میگه اقلا باید میزدید بیهستش میکردید، اون یکی میگه اگه تیر میزدیم بیهستش کنیم تا این داروی شیمیایی بخواد اثر کنه، این گوره اگریسیو میشه، یعنی عصبانی میشه، ناراحت میشه، ممکنه یک کاری میکرده که جواد جلو مردم مثلا این بچه رو چه میدونم بچه ظریف اینجوری دست و پاشو بکنه و اینا. خلاصه به نظر شما اگر مسئول باغ وحش بودید شما چه کار میکردید؟ شما صبر میکردید ببینید گوریله چه کار میکنه؟ با اون سوزنهایی، با اون تیرایی که سوزن بیهوشی داره میزدی بیهست و بیهوشش میکردی؟ من گفتم والا من اگه مسئول باغ وحش بودم استعفا میدادم، میگفتم من دیگه حاضر نیستم جایی کار کنم که در قرن 21 یه مش حیوانی رو ما میاریم اینجا اسیر میکنیم که بیان ببینن. آقا امروزه دنیا دوربین، عکس، فیلم، بذارید اینا برن توی جنگل و خوش باشن و آزاد باشن، شما فیلم و عکسشو بگی به بچه ها نشون بده. مگه بنده تا روزی که نرفتم باغ وحش کثیف شیراز یا باغ وحش بوگندوی تهران یا باغ وحش آلمان که نسبتاً تمیز بود ببینم، اگه نرفته بودم اونجا اصلا نمیدونستم فیل چیه؟ تازه چه فرقی میکرد که من بدونم فیل چیه یا ندونم فیل چیه؟ یه فیل بنده خدایی رو گرد، حالا تو باغوش شیراز که قربونش برم فیل و میل اینا نبود، اون بنده خدا سمد و عقابم به زور اونجا رو میچرخون، ولی که چی بشه؟ گوریل رو نگه داشتید اونجا که چی بشه؟ بعد شما اگر اینقدر احمقی، من خونه که میخوام بسازم اگر میخوام برم روی اینجا میگن دک، روی بالکن یک کبابی درست کنم، به هم میگید که باید این چوبا 4 اینچ باشه که کله بچه نره داخلش، بچه نیفته، اون وقت شما احمقا خونه خصوصی من به من دستور میدید چگونه بسازم، ولی باغ وحش عمومی رو یه جوری گذاشتید که بچه از توش در رفته افتاده پایین. همه تون باید استعفا بدید، کم تعطیل کنید این باغ وحشایی که بجز اذیت و آزار حیوانای افسرده، حیوانای مریض، چیز دیگه ای داخلش نیست، اینا رو نجات بده. چند مدت پیش بود کسی که باباشم این کار رو نمی‌کرد و حیوان نگه می‌داشت و اینها، حیوانات رو آزاد کرد فرستاد یه جایی، حتی خیلی ها گفتن یه سریش کشته میشه، گفت که بابا یه سریش کشته میشه ولی اونی که آزاد میشه دیگه آزاده، اینجا من همه‌شون رو دارم به تدریج میکشن. این نظر منه، نظر شما چیه؟ باید حیوانه رو نگه می داشتن آزاد میذاشتن تا ببینن چه میکنه، باید تیر بیهوشی بهش میزدن با این ریسکی که ممکن بود اگه این تیر بیهوشی نه یه سوزنی میفرستن با همون تیر، آخه وقتی هم ما میگیم تیر همش فکر کنیم تیر ناحق میخوره سر جگر طرف و میمیره. در صورت جا دارد این زن جوان به سیمای تولیت آستان قدس رضوی نماینده ولی فقیه در استان خراسان عضو مجلس خبرگان رهبری و فلان توف بندازد. شما درست میگه آقای نوریزاد، خانمی که از بیپولی رفته تنفروشی کرده، حتما وقتی 6 نفر بردنش تو هتلی کجایی بوده تنفروشی کرده، حالا منتظر روشن فکری مثل شما بوده، این آقای چیز کلمات خوبی درست کرده، مثلا میگه روشن فکر، یعنی انگار روشن اینجوری می‌نویسن، روشن فکری بوده که این خانم بره حالا توی اون آقای سیمایی نمیدونه تولیت فلان توف بندازه. برو آقا، تو نشون میده هنوزم نفهمیدی که کجا هستی، دولت چی کار میکنه، مردم چی کار میکنه، و وقتی که روشن فکر ما شما باشی میشه همون مثل مجله کیهان خانم منصوره پیرنیا، خاک بر سر این ملت.
دوستان عزیز کتابا رو اگه خواستید دارم عکساشونو میگیرم. این هم خاطرات و تعلمات مصدق، برهان شفا شیخ الرئیس بو علی سینا. این کتابا اگر مال من بود همش نو بود، بدون اینکه دست زده باشم بهتون میفروشم، ولی مال این دوستمونه که اهل کتابه، خب بالاخره خوندتش. کتابه وقتی میخونی تلفن زنگ میزنه میذاریش اینجا میری میاد، یه دم این خانم گوشکش اون و بچت برشتش رو دستشون، و در صورت کتاب ها خراب نیستن ولی نو هم نیستن. چون تو آمریکا شما وقتی یه چی میخوای بفروشی میتونی بگی نیو، یعنی نو از توی کارتون درش آوردم. منم اینا رو از تو کارتون در آوردم، ولی اینها لایک نیو هستن، مثل نو هم، ولی بالاخره باید جزو یوزد، جزو استفاده شده بفروشیم. در اصل فکر کنم حدود 100 تا کتابی میشه این 3 تا کارتونی که ایشون فرستاده. بازم ممنونم از ایشون و نمیدونم، میترسم من اگه این کتابای ایرانی رو بخونم با این دروغایی که خانم منصوره پیرنیا، دوستان یه چیزی بهتون بگم، شاید اینا دروغ نمیگن، باز برگردیم به حقیقت چیه، واقعیت چیه. شاید اینا حقیقت رو میگن از دید خودشون. مثلا شما چشمتون رو ببندید فکر کنید آخوندها رفتن فردا آقازاده های اینها توی این کشور اون کشورها دارن زندگی میکنن، بعد هر کسی میاد میگه که آقا این آخوندها بد بودن، میگن آقا چی بد بود، شما نمیدونید ما خونه داشتیم، نمیدونم چه اسمش، عباس آباد اینجوری، درست میگم، شمیران اونجوری. ببینید این هیچ فرقی نمیکنه، این بیچاره ها واقعا نمیدونن، با مردم نبودن. بابا این آقای یکی از اینا فعلا درست از آب در اومده، این آقای احمد علی مسعود انصاریه، آمده میگه من بابام دیپلمات بود، بعد از طریق این خانم فرع دیبا که ازدواج کرده ما به دربار راه پیدا کردیم. میگه من اصلا نمیفهمیدم پول ندارم یعنی چی، پول تو حسابم نیست یعنی چی، کریدیت کارتم پر شده یعنی چی. سعید خدا خفت کنه، میترسم دستمو بیارم بالا. اوکی. راست میگن اینا، نمیدونن. خانم منصور پیرنیا اگر میومد اش سوال میکرد خانم شما کی هستی، دختری کی هستی، کدوم مدرسه رفتی، کجا بودی. ببینی اینا اصلا نرفتن جایی که ببینن چه خبر بوده. پر یه روزنامه آمده انتشابات کیهان از هیچ تا کهکشان. بابا قبل از اینم روزنامه بوده، نشریه بوده تو ایران، این مزخرفات چیه؟ امیدوارم آقای دکتر عقیلی پور یه روز راجع به اینها، قبلا هم گفته والا برید نگاه کنید، ما که از شما پولم نخواستیم دوستان، برید این ویدیوهای آقای دکتر عقیلی پور رو از صفحه بایگانی تلویزیون مردم نگاه کنید. این دوست ما خواسته بود که من آدیوهای ایشون رو روی یک برنامه، روی یک سی دی بذارم، یه برنامه هم رفتیم خریدیم و سوار کردیم. این کار امکان نداره دوست عزیز، اگه مایلی من برات روی USB یا برات روی SD کارت اینایی که توی دوربینای عکاسی هم هست، SD هم فکر کنم یعنی سکیور دیسک، یه چیز اینجوری یادم میاد دیگه از بس میگن، اب نداره، شما لازم هم نیست همه چی یاد بگیری، اونم تو برنامه من که اصلا هدفش یادگیری نیست، یا روی یکی از اینها که به اینها میگن USB Universal Serial Something I don't know، اینا میتونم براتون بذارم پست کنم، یا فعلا با همون ویدیوها بسازی. خب ساعت 2:26 است و من هنوز هیچ چیزی از اینا رو براتون نگفتم و نخوندم، چه باید کرد نمیدونم. اجازه بدید از منوچهر عزیز تشکر کنم، و ایشون به من گفته و سوربی به من گفتی هفته آینده دوشنبه و اینها، دوشنبه چهارشنبه جمعه، احتمالا ایشون فکر میکرده دوشنبه ما خودش تعطیله، میاد برنامه ما که تعطیل کردیم. ایشون نوشته من اتفاقا بعد از پیغام گذاشته بعد از دوشنبه کارم زیادتر میشه، سه‌شنبه گرفتارم، چهارشنبه گرفتارم، پنجشنبه هم که ما برنامه نداریم. حالا ببینیم دیگه، هر وقت خود ایشون مصلحت دونست و خواست تماس بگیره و ما بشینیم پای صحبت های ایشون. ولی در رابطه با آقای چمنارا، آقای چمنارا نوشت اینی که میگی اگه میخوای بیا من امروز باهات صحبت میکنم. گفتم آقای چمنارا من امروز دوشنبه تعطیل بودم، امروزم خیلی برنامه دارم، آقای یزدان خداوندلو هم هستن، بذارید جمعه ساعت 3 بعد از ظهر که میشه 12 ظهر کالیفرنیا با آقای سهراب چمنارا هستیم. چرا هستیم؟ آقای چمنارا این رو نوشتن و اجازه بدید من اولا وقتی که آمدم نوشتم من امروز برنامه ندارم، برنامه دوشنبه رو ببینید،
ایشون نوشته بود من بدون تماشا کردن برنامه شما نظرم رو می‌نویسم. خب به قول خودتون کره، به قول ما شیرازی ها کاکو جون، کجای دنیا یه نفر بدونی که یه کتابی رو بخونه، یعنی من اگر این کتاب کیهان رو نخونده بودم اصلا به خودم اجازه میدادم از خانم منصور پیرنیا انتقاد کنم؟ کجای دنیا یه چیزی رو نخونده میان انتقاد میکنه، یا یه چیزی رو ندیده میان انتقاد میکنه؟ ایشون نوشته که بذارید از رو بخونم که اشکالی پیش نیاد. برنامه این نمیدونم کجا هست، از بس اینها رو جابجا میکنم میبرم توی ایمیل، بعد میارم توی چیز دنبالش میگردم. آقای چمنارا بذاری شاید توی مردم تیوی باشه. این مشکل ما هم اینه که مردم تیوی وقتی مس پیام میفرسن، پیام ها یه شکل خاصی نشون داده میشه، نمیدونم. خلاصه ما دیگه داریم پیر میشیم، هرچی هم به جوان ها میگیم که بابا شماها بیان این مردم تیوی و مردم ریپورت رو بردارید قشنگ بازی کن، چی بازی کن، قشنگ اداره کنید و اینها، اونها هم همت ندارن. بله نمیدونم، نمیبینم، اینجام نمیبینم، اونجام نمیبینم. ببینم یک کمی برنامه امروز رو، این توی قسمت سوربی شخصیم نبود، بریم توی قسمت مردم تیوی. کاش که اصلا ما این شخصی رو یه رو ببندیم فعلا که ما فقط از طریق بله. خانم جیلانی هم نوشته بله کار خیلی خوبی کمک کردن، اما آگاه باشید هر کی نیکی کند در جواب خنجر خواهد خورد. بنده خدا از بس ایشون به دیگران کمک کرده، لطف کرده و هر جا که کمک کرده اونها برگشتن به اصطلاح ناشتپاسی و ناشکری و نا چی بگم والا، این بنده خدا هم حق داره اینجوری بگه. ولی نه، شما این کار رو نکن که به خاطر گفته های اونها به اصطلاح کار خودتون رو انجام ندید. آها پیداش کردم، ببینید آقای چمنارا اینجا از رو هم میخونیم که ثبت با سند برابر باشه. خب ایشون یه جورایی نظر منو خواسته، چشم منم میگه. ببینید وقتی نوشته بودم من امروز برنامه ندارم و امروز روز گرامی داشت جانبازانی هست که در راه به اصطلاح مستقل موندن آمریکا، که البته یه جایش دروغ بهمون میگن، آمریکا از اولی که درست شده داره این برانور جنگ میکنه، خیلی از این جنگام یعنی خیلی که همش هیچ کدومش حمله به آمریکا نبوده، اصلا کسی به اینجا نرسیده بوده. اینا یا مثلا همون جورج بوش دیوانه گفت ما قبل از اینکه برسن اینجا باید بریم اون ور، رفت اونجا، حالا زده 4 میلیون، البته مال این تنها نیست، 4 میلیون معلول آمریکا داره از جنگ. آقای چمنارا نوشتن که آقای سوربی برنامه شما را ندیده، میخواهم مطلبی را که قبلا نوشتم و شما آن را منعکس نکردید دوباره مربوط به این روز بنویسم. آقای چمنارای عزیز، یه جمله من از شما خوندم تا حالا 3 تا اشکال گرفتم. اولا اینکه برنامه شما را ندیده میخواهم مطلبی را که قبلا نوشتم، اون مطلبه اگه به این برنامه ربط داشته که خب قبل از اینکه نبینید پس میشه بی ربط. دو من نوشتید شما آن را منعکس نکردید، من که نمیدونم هر کسی نظر نوشت میخواد منعکس کنه، هر کسی میخواد یه چیزی رو، معنی منعکس اینه که شما من دربارش جواب بدم یا اینو ببرم به عنوان یه مطلب اصلی بذارم. اونی که ما گفتیم هر کسی بخواد میتونه، برای که اینجوری از شر مفتخورا هم راحت بشیم، هیچ کسی مستقیما نمیتونه مقاله‌ای، ویدیویی، نوشته‌ای رو روی صفحه مردم تیوی یا صفحه شخصی من بذاره، میتونه به عنوان مسیج بفرسه بگه سوربی این رو برای من بذار روی فیسبوک مردم تیوی، اون هزینهش 10 دلاره، ما از شما چیزی هم نمیخوام آقای چمنارا، چون شما همیشه حمایت کردی و نشون دادی که خودتون از ما به اصطلاح ریش و قیچی اگه دستون بوده خیلی هم بهتر از خود ما رفتار کردید، ممنونم از این بابت. ولی من جایی ندیدم شما نوشته باشید اون رو برای من پابلیشش کن، پخشش کن، منعکسش کن. دوباره مربوط به این روز، یعنی روز مموریال دی یا روز گرامی داشت رو ایشون نوشتن که فکر میکنید، از من میپرسن، چون میپرسن من حق دارم جواب بدم، فکر میکنید اگر در چنین روزی یک آمریکایی
در تلویزیون آمریکا به جورج واشنگتن نماد هویت و پدر آمریکا توهین کند و مدعی شود در شهرهایی که مکزیکیان اکثریت هستند زبان اسپانیایی باید زبان اول باشد و به هرچه نویسنده تراز اول انگلیسی است چرند بگوید شما نه، ولی آن آمریکایی که کمی هم احساس میهن دوستی در وجودش باشد به این شخص چیزی جز بیشرف و بیوجدان نخواهد گفت. خب شما نمیدونم، شما هم سوال میکنی هم خودتون جواب میدید. این من گیجم. به نظر من دوست عزیز، ما اومدیم آمریکا که منی که حتی آمریکایی هم نیستم بتونم از جورج واشنگتن، از مدیسون، از بلیسون، از نمیدونم فرانکلین، از ابراهام لینکلن ایراد بگیرم. سوال من از شما اینه همینجا، به نظر شما آیا یک آمریکایی باسواد دانشمند اگر یک کسی بی احترامی کنه به واشنگتن یا به اینایی که در راه کشورشون از بین رفتن، اون میاد به این بی احترامی کنه؟ من فکر نمی کنم. ولی اگه یه ردنک، یه عقب افتاده، یه گاو چرون، بله اون چی میکنه؟ اینو به همین خاطر جمعه با آقای چمنارا صحبت میکنین که هم اگه ایشون از من پرسشی داره پرسش کنن من پاسخ بدم و من هم از ایشون میپرسم. شما این سوالی که میکنین، من سوالو از خودتون میکنم. به نظر شما اگر در همین روزی که گرامی داشت، روز اینهایی بوده که فداکاری کردن، جانشون از دست دادن، جان بازن، اعضای بدنشون از دست دادن، به قول کولین پاور خیلی هاشون جراحتشون رو فیزیکی نیست شما ببینید، روی مغزشون هست، روی روحشون هست، اونها اگر یک کسی بیاد چیز کنه، کسی که دانشمنده، کسی که وطن پرست واقعی هست، به اون شخص چی میگه؟ هیچ. میگه ولش کن، بذار حرفشو بزنه. همه اینا رفتن جونشونو دادن، همه اینها رفتن خودشونو به خطر انداختن که حتی اینم بتونه حرفشو بزنه در هر صورت. ولی عمران، من منظور ایشون فکر کنم برمیگرده به آقای ضیاء صدرالاشرافی. من چند تا از مصاحبه های آقای ضیاء صدرالاشرافی رو با آقای سهراب چمنارا دیدم، متوجه شدم که آقای ضیاء صدرالاشرافی خب داره با سند نشون میده، میگه که بابا کوروش، اون کوروش که میگی نبوده، میگه که ببینید کوروش جنایتکار هم بوده، نقاشی 200 ساله از نمیدونم شکست کوروش از سکه‌های ساکن قزاقستان کنونی را سند تاریخی. خب اگه این سند را سند قرار نده، شما بگید فقط سندایی که من دوست دارم قرار بده، که خب این که نمیشه، به قول معروف سنگ رو سنگ وای نمیشه. دوستان عزیز، خوشحالم که آقای سهراب چمنارا جمعه با ما خواهند بود تا در این مورد صحبت کنیم. نظر شما چیه؟ اگر در همین روزی که روز گرامی داشت، بزرگ داشت اینها هست، یک کسی بیاد از جورج واشنگتن ایراد بگیره، بگه آقا اگر مثلا مونده بودی همون زیر اون کلونیال UK، نمیدونم حکومت انگلستان بهتر بود، تو چه کار داشتی بیای انقلاب را بندازی و بعدم بری وایسی مشروب درست کنی و بعدم بگی من نمیخوام شاه بشم، میخوام رئیس جمهور بشم و اینها؟ دلش میخواد اینجوری فکر میکنه. شما میخوای بگی یعنی اون چیزی که فکر میکنه به زبان نیاره؟ این آزادی آمریکاست آقای چمنارا؟ یا شما میخوای فکرشو عوض کنی؟ اگه میخواییم فکرشو عوض کنید، شما میخواییم به زور فکرشو عوض کنید یا میخواییم با منطق، برهان، دلیل فکرشو عوض کنید؟ دلیل بیارید، بگید نگاه کن مردم انگلستان چجور عقب افتاده و بدبخت هستن، ولی اگه جورج واشنگتن این کار نکرده بود تو هم الان اونجوری بود. یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. اگه قبول هم نکرد، شما حق نداری با چوب بیسبال و سرنیز بیفتی به جونش، ولش کو بره. به قول سعدی بگو از ما نخورده باشی. اینم از سهراب چمنارا داریم از به اصطلاح جمعه، ببخشید از نه جمعه، از طریق ایشون گاهی وقت اینجا هم میان، یه دفعه مهمان ما بودن، از این باب ممنون، ولی از طریق اسکایپ. خب آقای آریانپور نوشتن که البته به شرطی مسلمانان به کشورهای خودشان بازگردند که در مقابل چپاولگران غربی نیز گورشان را گم کرده و از کشورهای مسلمانان ثروتمند نفت و گاز دار و غیره خارج گردند. یک بام و دو هوا که نمیشه. اگر ثروتهایشان خوب است، پس با سنن و آداب عقب افتاده آنها نیز کنار بیایید. من اینجا با آقای آریانپور موافقم. اگر
این آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، اروپایی‌ها به این مسلمان‌های اینایی که بنیادگرا هستن میگن برگرد برو کشوره، باید یکی از این سوال کنه آقا اینا که تو کشورهای خودشون بودن، شما احمقا رفتید اونجا هی به اینا گفتید آقا این چیه نشستی کنار یه جوبی، بیا اونجا ساختمون 80 طبقه، تعریف این کشورها رو کردید، آقا چیه اینجا تو میشینی بابات برات زن بگیره، بیا اونجا دخترها همه تو خیابون ریختن منتظره. اینا هم بلند شدن آمدن دیدن نه خیر آقا این ساختمون 80 طبقه یه اتاق اینقدی بهش میدن ماهی 3000 دلار، هیچ آزادی نداره، اگر در محکم ببنده همسایش میاد چی میکنه، اگه تو توالت محکم یه کار چیز کنه همسایش شکایت میکنه. دیدن نه آقا شما دروغ گفتید، در باغ سبز نشون دادید، حالا بهشون میگید برگردید برو، اونا دیگه نمیتونن برن اونجا، بچهش اینجا دنیا اومده. این کاری که ترکا تو آلمان اومد گفت آقا ما اون موقع جمعیت کم داشتیم، کارگر کم داشتیم، شما لازم داشتیم، ولی ما خبر نداشتیم شما میاین اینجا مثل مرغ که جوجه کشی را میندازه بچه اینقدر تولید میکنید، ما نمیخوایم اینقدر آدم. ترکا گفتن به قول آمریکا تو بعد نمیخوای که نخوا بلند شو برو یه جای دیگه، شما که در رفتن و گرفتن و تصرف خوب بودی، نصف دنیا رو گرفتی، بلند شو برو یه جای دیگه رو بگیر آباد کن. شما که میگید ما هر جا رو بخوایم آباد میکنیم، ما اینجا هستیم، بچه‌هامون اینجا هستن. اینم موافقم با آقای آریانپور. مقاله اصلیش رایان مایکل اوبرایان یه چیزی نوشته بوده که اگر مثلا مسلمان‌ها برگردن به کشور خودشون و اینها، یک باز آقای آریانپور، ببینید من یه جا موافقم یه جا مخالفم و ایشون ممنونم، سالهای سال من ایشون رو میشناسم، تحمل دارن مخالفات من رو مینویسم جواب میدن اینها. ایشون یه مقاله هست در رابطه با ما خواهان بررسی جدی نقض حقوق بشر در ایران و پاسخگویی شفاف مسئولین هستیم. اینو کی نوشته؟ جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران. بعد آقای آریانپور این نامه رو برای دیگران فرستادن، از جمله من، نوشتن که اگر فکر میکنی کار مثبتی نمیتوانی در باره این موضوع مهم انجام دهی، اقلا میتوانی آن را برای دوستانت ارسال کنی، خرجی برای شما ندارد، فقط چند دقیقه از وقتت را صرف یک کار با ارزش کرده ای. من همیشه سوال میکنم، چون ذات بشر اینه که کاری رو که انجام میده میخواد از نتیجه این کار یک چیزی عامل شیش بشه، چی به اصطلاح به وجود بیاد، حاصل بشه، حالا یا پول در بیاره یا استراحتش بیشتر بشه یا خوشحال بشه یه چیزی رو کشف کرده. من از آقای آریانپور سوال کردم، شما فکر کنید که من چون میبینم کار مثبتی نمیتونم انجام بدم به حرف شما عمل میکنم و این ایمیل رو برای بیش از 3000 نفر روی لیست گوگل یا یاهو هرچی دارم میفرستم، چه اتفاقی میفته؟ این همه ایمیل شما لطف کردید فرستادید، این همه آقای علی شیرازی فرستاد، دیگران فرستادن، چه اتفاقی افتاد؟ آیا حاصلش فقط این نیست که آخونده خوشحالتر بشن که به عجب ما اینا رو گذاشتیم سر کار، همشون تق 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 دارن برای هم میفرسن و فکر میکنن چه به قول شیرازی ها باز چه هنونوی کردن، هنونوی موقعی که یک شقل قمر کرده باشی، یک کار بزرگه که کسی نمیتونه انجام بده شما اونو انجام بده، چه اتفاقی میفته؟ یکیتون فکر کنید، اینو سوربی میفرسه برای اون، میفرسه برای اون، آخرش میرسه به دست خودتون، بعد نگاه میکنید میبینید یه دایره هستیم، یه عده ایمیل همدیگر رو تا میبینیم پاک میکنیم میندازیم سطل آشغال، چون مثلا با طرز فکر بهمن بیگ آشنا هستیم، میبینیم که این اصلا آدم بشر نیست میندازیم دور، نمیدونم حسین این چیه هیک حسین کمپانی میندازه جاوید ایران، ایمیلاش سطل آشغال، یه عده رو میخونیم یک دقیقه ممکنه متاثر بشیم، بعد میبینیم خب من اینجا نشستم من چیکار میتونم بکنم، این که به من نگفته چیکار کنم. شما بیان آقای آریانپور دوستان دیگه بگید که این فرستادن این ایمیل ها چه ثمری داشته یا دارد یا خواهد داشت، بگید مثلا یه ایمیلی فرستادین درباره مثلا فلان زندانی، این زندانی آزاد شد، اسم ببرید بنویسید، و الا تا اونجایی که من میدونم یه دختر خانمی توی کلاسی با دوستاش نشستن میخونن ربع ساعت اینا آزادن،
اون ربع ساعت من و شما برمیداریم عکس و فیلمش پخش میکنیم تا آخر میرسه دست آخوندا، دست باباش، دست ننش، میگیرنش، بهش میگن دیگه حق نداری مدرسه بری، نمیدونم اگه رفتی دیگه حق نداری آواز بخونی. اگر کسی از شماها دوستان تا امروز دیدید که یک عمل مثبتی از نوشتن این پتیشن ها، تومار ها، فرستادن ها، پست کردن رو فیسبوک ها انجام شده، لطف کنید به من هم بگید. والا من این رو آقای آریانپور فقط برای شما نمیگم، برای یه آقای دیگه هم هست به نام حسن بهگر، یا اسم حسن بهگر رو استفاده میکنه، برای ایران لیبرال یا همچین چیزی، برای اونم فرستادم، نوشتم من آدم نادانی هستم ولی به نظر میرسه که شما آدم فرهیخته هستید. لطف کنید شمایی که فرهیخته هستید به من نادان کمک کنید، به من بگید اگر امکان دارد این را پخش کنید، حاضرم نیستید $10 شما رو نمیگم آقای آریانپور، اون آقا رو میگم ایران لیبرال یا همچین چیزی، چی میشه؟ شما من میگه آقا فردا صبح بیا وایسا سر خیابون، من میگم باشه وای میسم، ولی میخوام چی بشه؟ شما میگید میخوام بریم خیابون رو تمیز کنیم، من میگم فکر خوبیه. میدونید یعنی به من هدفتون رو میگید، برنامه‌تون اینه، همون دیگه اینا میگن گول پلان تورز، یعنی گولتون، هدفتون اینه، برنامه‌تون اینه، تور ابزارتون هم اینه، به من میگی سطل زباله بیار، نمیدونم از این چنگکا بیار. خب باز بریم تشکر کنیم از آقای آریانپور به خاطر این نوشته قشنگ و زیبایی که فرستادن، انگلیسیه ولی من تا اونجایی که انگلیسیم با این لهجه خوب شیرازیم به اجازه بده براتون ترجمه میکنم. خب ماجرای ترجمه رو که میدونید، این ماشینای ABS آمده بود توی ایران، بعد میگن که این فروشنده ماشینه یکی میاد میگه آقا این چراغه چیه روشن میشه وقتی که من سویچ رو باز میکنم، ماشین قبلیم نداشته. میگه کدوم؟ میگه این ABS. میگه آها بذار برات ترجمهش بگم. این درست موقعی هست که ما با سرعت میریم ترمز میزنیم ماشینمون میکشه یه طرف، میگیم یا ابوالفضل حضرت عباس. میگه آره. میگه این همون حضرت عباس رو به انگلیسی نوشتن ABS، ترمز که میزنی یه دستگاهی روشن میشه، فکر کنم همون حضرت عباسه، پاتو از اون ترمز هی برمیداره میذاره برمیداره برمیذاره تا 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 باعث میشه شما لیز نخوری یا اسکید اینجا میگن نکنی. اینم ماجرای ترجمه ما. میگه گود مورنینگ و هاو ا گود ویکند، این حالا بعد از ویکند بوده، نوشته که صبحتون بخیر، آخر هفته خوبی داشته باشید. میگه که من از خدا خواستم که به من please let all my family and friends be healthy and happy forever. میگه از خدا خواستم که دوستان و فامیل من همیشه خوشحال و سلامت باشن. خدا گفت که اما 4 روز، فقط برای 4 روز. گفتم باشه. Spring day, summer day, autumn day and winter day. بهش گفتم روز بهار، روز پاییز، روز تابستان، روز زمستان. خدا گفت که نه، God said 3 days. خدا زد زیرش گفت که نه، برای 3 روز. گفتم باشه، دیروز، امروز و فردا. دوباره خدا، مثل این خدا هم از ما بدتره، هی میزنه زیر حرفش و هی هم چونه میزنه. بذارید من اینا رو براتون بزرگتر کنم که قشنگتر باشه و فیسبوکی ها میبینن، یکی بگی بله نه ببینیم چی. خب نوشته که خدا بهش گفت نه 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 2 روز. دوباره من گفتم باشه، روزهای روشن و روزهای تاریک، یا روز روشن و روز تاریک، day time و night time. خدا گفت نه نه 1 روز. گفتیم باشه خدا، تا مال میخوای یه چیزی ما بدی؟ اون وقتا میگفت بدم، بمیر و بدم. 1 روز. گفتم باشه. خدا پرسید چه روزی؟ گفتم که every day in the living years of my friend. گفتم که اون 1 روز هر روزی باشه که اینها زندگی میکنن. خدا خندید و گفت همه دوستان تو سلامت و شاد نگه میدارم، همین every day به عنوان 1 روز یعنی. و ایشون هم نوشته که send this to your friend and bless them with good health and happiness. میگه شما هم این رو برای دوستانتون بفرستین، بلس کرد، بلس این مثل آمرزیدن و بخشش و اینها میشه، وقتی هم یکی عطسه میکنه اینجا میگن God bless you. که بعدن گفتن چرا میگن، گفتن وقتی یکی عطسه میکنه برای یک نمیدونم هزارم ثانیه مثل که میمیره و به همین خاطر مثل کسی که مرده میگن God bless you
ما یه شوخی یه دوستی داشتیم خیلی شوخی میکرد، میگفت God bless you. Bless you یعنی منفجر کردن، مواد منفجر و اینها. خب بریم کاخ سفید ببینیم که قرار چی بشه. این ماجرای evolution تکامل دیگه. نه نوشته که بله، نوشته که تکامل رو در وایت هاوس ببینید. البته من نمیدونم حالا این نوشته به عنوان تکامل استفاده کرد. اینجا عکس هیلری کلینتون و آقای بیل کلینتون هست، بعدش جورج بوش و خانمش نمیدونم یادم رفته لری بود لورن یا هم چیزی اون هست، بعد آقای اوباما هست و میشل اوباما، حالا این آخریش آقای دونالد ترامپ و همسرش که چون ایشون مدل بوده و عکس میگرفتن و اینم از قدیم دونالد ترامپ عقده تو تلویزیون بودن و عکس و اینا داشته، این عکس رو گرفتن که و میدونید موقع انتخابات اون آقای چیز آمد گفت که نگاه کنید شما میخواین یه همچین زنی بیاد توی وایت هاوس، اون به عنوان منفی گفت. بعد خب طرفدارانش که مسیحی بودن آقای تد کروز گفتن نه ما همچین چیزی نمیخوام. آقای دونالد ترامپ که از هر فرصتی سوء استفاده میکنه آمد گفت که با وجودی که این گفته، حالا من یه سوالی از شما میکنم، شما دوست ندارید یه همچین زن زیبایی تو وایت هاوس باشه؟ همه گفتن یه چی میگه. خب رادیو کیان ایران از سوئد روزانه 3 ساعت برنامه در تلویزیون مردم داره، 2-3 روزی دوچار اشکال شده بودن، برنامه هاشون به صورت استریو ضبط نمیشد، فقط مونو بود. آقای سرهنگ فرهومند چون پرفکشنیست دوست داره کارا خیلی ردیف و منظم باشه گفت نه اینا رو پخش نکنید. امروز خبر دادن که اشکال رفع شده و منم اولین برنامه رو ضبط کردم، از امروز براتون باز پخش میشه. شما هم میتونید برنامه داشته باشید، طرفدار پادشاهی باش، طرفدار سلطنت باش، طرفدار اسلام باش، طرفدار مسیحیت باش، هیچ اشکالی نداره. آقای یزدان خدابندلو رو گفتم، این تیتر مقاله شون رو من نمیتونم بخونم، پس 10 دقیقه دیگه با ایشون هستیم، ایشون خودشون میگن. کیهان کتاب از هیچ تا کهکشان و کتابهای دیگه ای که موجود هست، سعی میکنم عکسش رو به زودی بگیرم بذارم و ببینیم چی میشه. و اما یک ویدیویی رو من گذاشته بودم روی فیسبوک به نام Why They Hate Us، چرا اونها از ما متنفرن، منظورش اسلام و اینا مسلمانای تندروه. و آقای فرید زکریا از اپریل تا حالا یه کار تحقیقی خیلی قشنگی رو انجام داده، توی CNN یه برنامه درست کرد به نام Why They Hate Us. اینو برای افراد نادانی میگم که هی میگه اسلام اینجوری، مثل این بهمن بیگ و اون حسین کمپانی عقب افتاده که حتی میترسه اسمش رو بنویسه. زکریا میگه بابا این چیزایی که تو کتاب قرآن هست و مسلمونایی مثل من مثل اون عمل نمیکنه، درست چیزایی که از انجیل آوردن که مسیحیایی که مثل شما هستن عمل نمیکنن، ولی اون مسیحی احمق مثل جورج بوش اسلحه رو میفرسه عراق، انجیل نوشته. حالا اینایی که هی میان توی فیسبوک میگن آقا نمیدونم بیاین به دین مسیح بپیوندید خدا آرامش، اینا نشون میده یا به خاطر پناهندگی یا به خاطر خوراک و دوست دختر و فلان اینا رفتن کلیسا. ولی اگر میفهمیدن تو که از اسلام میخوای رها بشی دیگه نباید 1000 سال دیگه بری عقب، 600-700 سال دیگه بری عقب، خودتو رها کن یه دفعه. همشون یکی هن. از من گفتن از شما هم نشنیدن. خب بریم سراغ بعدی ببینیم چیه. این رو آقای حسین فرستاده که اگر این دوستان لطف میکردن و حمایت هم میکردن ما یه مقداری بیشتر دلگرم میشدیم. این رو روزنامه یا مجله مشرق نوشته و چاپ کرده و اون روز تو برنامه من گفتم که این کسی که گفته نمیدونم سر بریدن و فلان اینها اگر یکم میرفتن تحقیق میکردن، آقای علی زرابی متاسفانه این ایمیل پخش کرده بود، میدیدن که حتی در قرن 20 فرانسوی ها توی الجزیره توی مراکش و الجزایر و فلان اینا برید ببینید چه کار کردن. حالا اینجا ببینید این دوستمون احتمالا اون برنامه رو دیده، در همون رابطه این ایمیل رو برای من فرستاده آقای حسین
که شاید نخواد من فامیلش بگم، این نخواد فامیلش بگم، یه چیز میمون او مگه آدم کشتی است کسی میترسی؟ خیلی قشنگ افتخار کنید. ممنونم. خانم شیرین هم روی فیسبوک به ما پیوستن. People are tuning in, 10 people are watching right now. خیلی هم خوب. اون 10 تا برای 10 تا بفرستن. سعید نوشته بود که برای دیگران پست کرده. ممنون و متشکرم سعید جان، شما همیشه راهنمای ما بودی، به من پیشنهاد کردی پادکست، گفتم والا هم بلد نیستم هیچ چیزای جدید بخوام یاد بگیرم مشکله، هم دیگه واقعا توان و کشش و اینا رو ندارم. میخونیم با هم. اعدام زن مسلمان توسط فرانسوی ها و عکس. این رو 12 خرداد 1395 دوستان همین امروز چاپ شده که این دوستونم برای ما فرستاده. میبینید این روزها که اعدام های متنوع داعشی مو را به تن راست میکند، اعدام های وحشیان غربی ها به ویژه فرانسوی ها از خاطر رسانه ها رفته است، اما از خاطر تاریخ نخواهد رفت. به گزارش مشرق براتون بخونم. یکی از قهرمانان ملی که تاریخ نام او را از یاد نخواهد برد، یمینه الشایب یا الشایب، معروف به زلیخا عدیست. این زن در سال 1911 در شهر ساحلی شرشال در غرب الجزایر به دنیا آمد. خانواده او به سبب مبارزه با اشغالگران فرانسه شهرت داشت. فضای مبارزه حاکم بر خانواده او را به سمت فعالیت انقلابی سوق داد، به طوری که وی در عنفوان جوانی به راه اندازی گروهک های پشتیبانی لوجستیک از ارتش آزادی بخش ملی الجزایر روی آورد و به جمع آوری کمک های مالی و فراهم کردن دارو و مواد غذایی برای ارتش آزادی بخش ملی پرداخت، تا اینکه توجه اشغالگران به او جلب شد و فرانسوی ها مدت ها تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا بتوانند او را دستگیر کنند. با شهادت ابوالقاسم العلوی یا العلوی، العلوی فکر کنم، فرمانده ارتش آزادی بخش ملی الجزایر زلیخا عدی جانشین او شد و با تمام تیزهوشی و ذکاوتی که داشت سرانجام نیروهای اشغالگر الجزایر پس از تلاش مذبوحانه و عملیات گسترده جستجو در کوههای اطراف شهر شرشال او را یافته و بازداشت کردند. فرانسوی ها بعد از دستگیری زلیخا از او در حالت نشسته و با دست بسته به خودرو ارتش فرانسه عکس گرفتن. ببینید دوستان 1911 یعنی قرن 20. حالا شما هی بشین آقای بهمن بیگ، آقای علی زرابی، همشون مسلمون شدن، قرآن خون شدن. شما کجا بودید زمان شاه؟ قرآن رو برای ما بخونید، قرآن رو برای شاه بخونید؟ هیچ. اینه که من میگم آقا زمان شاه فرخزاد دکتر نمیدونم سیاست و اقتصاد میاد میرقصه، شورا میندازه، یه دفعه خمینی میاد این آقا دانشمند میشه. خب خوب بوده دیگه، پس خوب بوده که رقاص و خواننده ما دانشمند شد یا اقلا برگشت به شغل اصلیش. بد بوده؟ شما بیا بگو بد بوده که ما تونستیم یاد بگیریم. نمیان، جرأت ندارید، وجود ندارید، همت ندارید، شجاعت ندارید، شهامت ندارید. برمیگردیم به همون منصوره پیرنیا و اون دفتر و دستک شاه و شازده و شاهبازی، همه چاپلوس که امور زندگیشون بگذره. حالا میشینه میگه فقط دو تا روزنامه دوام آورد، این دو تا روزنامه هم دولتی نبودن. ای بابا، روزنامه کیهان و روزنامه اطلاعات دولتی نبودن؟ الان هم که دوامشون به اصطلاح متداوم شده، برای که هنوز هم زیر دولت هم با شیخ هم. و الا شما یه روزنامه‌ای به من معرفی کن که این بدون کمک از دولت چیز کنه، بتونه سروایو کنه، یعنی دوام بیاره. اینقدر نداریم روزنامه خون و مجله خون، به یک جوری خودشونو باید وابسته میکردن. خب اینم از این. ممنونم از این آقای حسین که این رو فرستاده بود در رابطه با این. و اما این دوستی که منتظرم که بیاد یه روزی برنامه خودش رو، حالا اول به صورت صدا بعد به صورت صدا و تصویر یا هر جوری دوست داره شروع کنه، برای من این رو فرستاده بود. دست هایی که کمک میکنن مقدس تر از لب هایی است که دعا میکنن. بله، این رو قبول داریم. امیدواریم که دست هایی که دعا میکنن بیشتر از لب هایی بشن که دعا میکنن. چون اگر دعا کاری انجام میداد،
اونایی که دعا میکنن که دیگران اینجور بشن خودشون میدونن دروغ میگن، چون اگر دعا کاری انجام میدن لازم نبود به کسی هم بگن، میرفتن دعا رو میکردن کارم انجام میشه. دعا هیچ کاری رو انجام نداده، نمیده و نخواهد. آقای علی حسین نژاد مترجم ارشد رجوی، مترجم سابق اون، دو سه تا ویدیو گذاشته که از درگیری خانواده ها هست در اشرف در لیبرتی. دوستان برید ببینید، برید ببینید که اینا توی لیبرتی از این پیرزن پیرمردها وحشت دارن، روی خودشونو میپوشنن. اون وقت اینا میخوان ارتش آزادی بخش ایران بشن. بعد یه مصاحبه هم گذاشته بود، نوشته بود که مصاحبه این آقا با سیمای مقاومت، خجالت بکشید. اسم تلویزیونتون عوض کنید بذارید سیمای سالمندان. همراه خانم به در داروخانه، این ماجراست نمیدونم، این داستان خودتون بود دوست عزیز که نوشتید، یا به اصطلاح یه داستانی رو دارید میگه، چون بعضی ها اینقدر قدرت نویسندگیشون خوبه که یه داستانی رو میگن، شما فکر کنید این درباره خودش اتفاق افتاده. همراه خانم به در رفتم داروخانه، نزدیک میشدم، یک پیرمرد یک زن گدا در سمت راست در کنار در بر روی زمین نشسته بودند. زن که عرب بود و از سر تا پا خود را در چادر سیاه پوشانده بود، بدون سکوت همینطور با آن مرد گدا که عجم بود نفرین میکرد. زن با صدای بلند میگفت خدا پاهات رو بشکنه، روزیت رو قطع کنه، چشمات رو کور کنه تا دیگه اینجا نیایی. علت این نفرین این بود که مرد عجم در گدایی همسایه، زن عرب بود مرد عجم بود، در رفته بوده جای اونو گرفته بوده، این زن شده و دریافت پول شریک اون درآمدای اون خانم، مثل که به اینم میرسید اگه میخواست کمک کنی یا به اینم. به طرف زن گدا رفتم، به او گفتم خواهر عزیز، به جای نفرین به این مرد برای خودت دعا کن تا خداوند ثروتت بده، تو را از نشستن روی زمین نجات بده، گدایی و خاری و رقابت با دیگر گداها برهاند. زن گدا صدایش بالاتر رفت و همین نفرین ها را متوجه من کرد. همسر من مانند تمام زنان فوراً به من پرخاش کرد قبل از اینکه مسئله را درک کند و گفت به تو چه مربوط، چرا تو در هر چیزی دخالت میکنی؟ مثل همیشه دوزاری خانم دیر افتاد، وقتی افتاد یک باره زد زیر خنده، مجبور شدم نگهش دارم تا روی زمین نیفتد. انسان به جای درست کردن خود خواهان تغییر مردم بنا به میل خودش است. همین مسئله متملقین و بله قربانگویانی را برای گدایی از پادشاه و از طرف دیگر شاهی کردن بر بیچارگان و تغییر دادنشان به میل پادشاه به دربار می برد. بعد میگه که باید آزاد زیست، نه غلام شهریار و نه خداوند رعیت باش، خود را تغییر ده که دنیا تغییر خودتون تغییر بدین دنیا هم تغییر میکنه. ممنون و متشکرم. دوستان عزیز ساعت 3 بعد از ظهر بریم به آلمان، بیاین بریم به آلمان سراغ آقای یزدان خداوندلو، و هنوز هم در فیسبوک هستیم و از این بابت متشکر. ببینیم که این گفتم فیسبوک، منظورم اسکایپ بود دوستان، از طریق اسکایپ با آقای یزدان خداوندلو تماس بگیریم. آها، من معمولا این برنامه رو دو قسمت میکنم، اجازه بدید برنامه خودم رو اینجا قطع کنم و بلا فاصله برگردم باز با شما باشم. از اینکه با ما بودید ممنون متشکرم. یک لحظه به من وقت بدید، جایی نرید، همینجا وایسید الان.